نخستین بار 2 سال پیش در تلویزیون ایران به ساخت وبسایت‌های مستهجن اعتراف کرد. چند ماه بعد حکم اعدام برایش صادر شد. حالا سعید ملکپور در نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین گفته ماموران او را شکنجه کردند تا در مقابل دوربین طبق خواسته آنها حرف بزند. او به حکم اعدام اعتراض کرده که در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. خبرنگار ما بهمن کلباسی پای صحبت‌های همسر آقای ملکپور در تورنتو نشسته. مرور خاطرات بیش از 10 سال زندگی مشترک. زهره افتخاری، دکترای رشته الکترونیک از دانشگاه ویکتوریای کانادا، با همسرش سعید ملکپور در زمانی که هر دو دانشجوی دانشگاه شریف بودند آشنا شد. اما نزدیک به 3 سال پیش سعید در پی سفر به ایران برای دیدار با پدر بیمارش به ناگهان بازداشت و همچنان در پشت میله‌های زندان اوین به سر می‌برد و زهره در اضطراب و ناباوری از حکم سنگینی که برای شوهرش صادر شده است. نصف شب بود، تقریبا ساعت 2-3 شب که تلفن من زنگ خورد اینجا و خواهر سعید با گریه و ناراحتی که سعید رو بازداشت کردن، شما اونجا چی کار میکردید؟ و خب من که اصلا شوکه و کاری نمیکردیم، گفتم چطور، چرا؟ مطمئنن اشتباه کردن، اشتباه گرفتن، نگران نباشید. ولی خب از یه طرف هم شوک بودم، همین که اصلا نمی‌دونستم باید چی کار کرد. او چند روز بعد سراسیمه از کانادا به ایران باز می‌گردد تا از علت بازداشت شوهرش مطلع شود و برای آزادیش تلاش کند، تلاشی که به دیدار با بازجویان سعید می‌انجامد. در آخر اون جلسه به من گفتن که سعید یک ارتباطاتی با سایت‌های مستهجن داشته، که خب انقدر این اتهام، این حرف برای من مسخره و غیر قابل قبول بود که مطمئن بودم که اشتباه دارم می‌کنم و بالاخره خودشون متوجه میشن و سعید رو آزاد می‌کنن. تا اینکه شد نوروز 88 اعتراف‌های سعید رو از تلویزیون پخش کردن و خب پدر سعید تازه فوت کرده بود، خانواده عزادار بودن و حرفایی هم که سعید پای تلویزیون داشت میزد و اعترافای دروغی که بر علیه خودش کرده بود اونقدر بزرگ و غیر قابل باور بود برامون که اصلا شوکه بودیم، یعنی درد اصلا نمی‌دونستیم باید چی کار کنیم. اشاره او به این اعترافات پخش شده از تلویزیون ایران است که در آن سعید ملکپور به ساخت و اداره وبسایت‌های مستهجن اعتراف می‌کند. من سعید ملکپور هستش. اولین سایت مستهجن که زدم سایت iranexiran.com بود. وقتی دارم فکر میکنم نتیجه کار من این بود که هزاران ساعت، میلیون ها ساعت از وقت افراد این جامعه رو من گرفتم، به بتالت کشموندم، به هردگی کشموندم. سعید اصلا نمیدونم چجور بگم، چون انقدر این حرف سنگینه، این اتهاماتی که به سعید زدن انقدر وقیحانه بزرگ و دروغه که حتی نمیتونم، فقط اینو میتونم بگم که من به عنوان همسرش، به عنوان فردی که 10 سال با این فرد زندگی کرده، نمیتونم باور کنم و نکه نخوام باور کنم سعید اهل این حرفا نیست. سعید تحصیل کرده، از دانشگاه شریف مدرک مهندسیشو گرفته، پروژهش 20 شد، پروژه لیسانسش، خانواده دوست، عاشق من، عاشق خانوادهش، چشم پاک، عاشق طبیعت، ورزشکار. یک همچین اتهاماتی، یک همچین حرفای اصلا غیر قابل باوره. ناباوری که به همسر و خانواده او محدود نمی شود. سال گذشته بیش از 1000 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف در نامه خواستار لغو حکم اعدام شدند، حکمی که موجب تعجب متخصصینی که او را از نزدیک نمی‌شناختند هم شده است. احسان اخگری، یکی از مهندسان نرم‌افزار جستجوگر فایرفاکس، می‌گوید آنچه سعید ملکپور انجام داده ساخت یک نرم‌افزار انتشار عکس بر روی اینترنت بوده است. اینکه دیگران از این نرم‌افزار استفاده ناروا کردند خارج از کنترل سازنده است. مثال این قضیه شبیه اینه که شما یه هتل داشته باشید و من بیام تو اتاق هتل یه نفر رو بکشم و شما رو دستگیر بکنم به عنوان قاتل. چرا؟ چون صاحب هتل شمایید. و اگر کسی به نظر من بخواد سایتی درست بکنه، که سایت مستهجن درست بکنه که براش بخواد از نرم‌افزاری که خودش هم نوشته استفاده بکنه، اولین کاری که میکنه اینه که اسم خودش رو توی اون نرم‌افزار نمی‌نویسه.
من برای من قابل قبول نیست که یه نفر از نرم افزار خودش برای یه سایتی که مثلا میخواد خودش درست بکنه استفاده بکنه و اسمش هم توی نرم افزار بنویسه. هیچ دلیلی برای این کار وجود نداره. استدلال هایی که زهره افتخاری امیدوار است مورد توجه قضات دیوان عالی قرار گیرد و این خانواده را از کابوسی چند ساله نجات دهد. بهمن کلباسی، BBC، تورانتو.